سلام، من میخوام یه برنامه‌ای بنویسم، در واقع برای اینکه باز مفاهیم object oriented توی پایتون رو بیشتر یاد بگیریم. با این ایده میخوام شروع کنم که بیام یه در واقع منطق شطرنج رو توی پایتون پیاده سازی کنم. خب قاعدتا هم چیز ندارم الان، یعنی هیچ ذهنیت اولیه‌ای ندارم که بدونم چی باید بنویسم، و قراره که مسئله رو همینجوری که داریم به موارد جدیدی برمیخوریم بیایم بررسی کنیم و دونه دونه حالا حلش کنیم. خب اولین چیزی که برای شطرنج میتونیم داشته باشیم، نیاز داریم یه دونه مثلا چس بورد داشته باشیم. خب چس بورد رو چجوری بهم نشون بدیم توی پایتون؟ الان میتونیم بگیم که یه لیسته، یه لیست آف لیسته، مثلا اینجوری همش خالی باشه. 8x8 هم هست. بعد و اینجا من میتونم پرینت کنم کسب. یا اینکه بیایم مثلا از پرتی پرینت استفاده کنیم. چه این شکلی بشه. خب حالا باید مهره های مختلف رو اینجا قرار بدیم دیگه. ولی ما توی شطرنج خوب چیز داریم، میایم هر کدوم از خونه‌های آدرسی رو میدیم، یعنی بر اساس اون حروفی که پایین بورد نوشته شده و شماره‌ای که داریم، در واقع حروف پایین اسم فایل رو مشخص میکنه. بر هر کدوم از ستون‌ها میگیم فایل، هر کدوم از این ردیف‌های افقی هم افقی هم میشه چیز، میشه رنگ. پس بیایم این شکلی بنویسیم، یعنی به یه شکلی بیایم اون اسم رو استفاده کنیم. توی آدرس دادن خونه های شطرنج هم، یعنی وقتی مثلا دارن بازی میکنن یا اون حرکت ها رو ریکورد میکنن، مینویسن یه جایی، اول حرف رو مینویسن بعد اون عدد رو مینویسن، یعنی در واقع اول اسم فایل رو مینویسن بعد اسم رنگ رو مینویسن. درست بشه. اوکی. پس من میام یه دیکشنری استفاده میکنم. دیکشنری استفاده کنم، خب میتونم مستقیما بهش اسم مثلا A B C D E F G رو بدم. پس بیایم اینجا بنویسیم این یه دونه دیکشنری باشه، و به جای اینکه رنج 8 باشه، این حروف رو داشته باشیم. بعد این هم میشه فایل. البته اینجوری میشه، ولی خب من رنگ بنویسم فکر کنم بهتر باشه، یعنی اول از روی رنگ باشه. خب موقع آدرس دادنمون یه فکری میکنیم براش که اول مثلا حرف رو مینویسیم بعدش عددو، به خاطر اینکه مثلا من میخوام ردیف دوم رو، یعنی در واقع رنگ 2 و 7 رو فقط پیاده بچینم. خب فکر میکنم اینجوری راحت تر بتونم باش کار کنم. پس من میگم برای هر کدوم از ردیف ها، سطر ها در واقع روز، مثلا رنگ این رنگ رو میتونیم بگیم رنج 1 تا 9. خب پس بذاره هر رنگی این شکلی داریم. حالا ببینیم چه شکلی شد. اینجوری میشه. خب بعد من دوباره میام اون داخلیه رو هم با حروف مشخصش میکنم، یعنی اینجوری بنویسم.
اینجا حروف باید یه چیزی باشه. و بگیم که توی هر کدوم از اون خونه ها باید یه مهره باشه دیگه. پس میگیم فایل دو نقطه فعلا صفر مثلا. خب این شکلی شد. یعنی مثلا اگر من بخوام بگم خونه A1 یه رخ قرار میگیره اونجا، به جای صفر باید بزنم رخ. یا مثلا B1 اسب قرار میگیره، باید اینجا مثلا نایت بذاریم، اسب بذاریم. خب این اوکیه، ولی مشکل چیه؟ بیاین الان پرش کنیم دونه دونه، مثلا اون مقدارهایی که باید ست کنیم رو بهش بدیم. این فقط با اون صفحه شطرنج یه ذره فرق داره دیگه. این پایین سمت چپش اینجاست، بالا سمت چپ صفحه شطرنجمون اینجاست، به خاطر اینکه داره بالا پرینت میکنه دیگه، واسه همین. خب حالا مهره ها رو بیاییم ست کنیم. برای اینکه یه مشکلی رفع بشه، من میام یه چند تا کار دیگه هم انجام میدم. خب به جای این رنگ که عددی هست، می نویسم استرینگش رو بنویس اینجوری. خب بعد اون موقع اگه من بخوام مثلا یه حرکتی یا یه خونه مثل فرض کنین H5 رو ببینم چیه، میتونم اینو اسپلیت چیز کنم، بگم که دو تا ایندکس داره، H میشه به اسم فایل، 5 هم میشه رنگ، ولی دیگه لازم نیست اینجا دیگه دوباره تبدیل کنم 5 رو به عدد. تا اینجا هم اوکیه. خب حالا الان مسئله پر کردنش میشه. پر کردنش رو بگیم که یه خونه یه شطرنج به صورت پیش فرض خالیه. خب یه اسپیس میذاریم، یه حالا میتونیم یه نقطه بذاریم که جانماییش اوکی بشه، مثلا بعدا میخوایم یه چیز پرینت کنیم راحت تر بشه. خب اگه پر شدهش یه چیز غیر از نقطه باید باشه دیگه. حالا ما توی ردیف دوم چی داریم دقیقا؟ توی ردیف دوم یه دیکشنری داریم این شکلی که به ازای همه مقادیرش پانه، پیاده است. مثلا اینجوری میتونم بگم این پانه مقدارش. خب باز میتونم از همون دیکشنری کامپریهنشن استفاده کنم، یعنی بگم که اسم فایل ما وقتی داریم یه چیزی رو دو بار استفاده میکنیم احتمالاً باید یه فکری براش بکنیم دیگه. یعنی فایلز یک ثابته. خب میتونم اینجوری بنویسمش، رنگز رو هم همین کار رو میتونم بکنم. خب بعد یا این که اصلا ما اومدیم استرینگ نوشتیم دیگه. خب 0 1 2 3 4 صفر که نداریم، اسم رنگ 6 7 8 اینجوری میتونیم بنویسیم. پس این هم تغییر میکنه. خب ما با این روشی که اینجا داریم اومدیم سطر در واقع رنگ دوم شطرنج رو همه رو پان چیدیم، همه رو پیاده چیدیم. میتونیم برای رنگ هفتم هم همین کار رو کنیم. خب شکل پرینتش ذره متفاوت میشه دیگه، اینجا اونجوری سطری نمیتونیم بنویسیم. اما میتونم یه کار دیگه بکنم، بگم برای تک تک رنگ هایی که توی چس بورد داریم، خب
این یه دونه دیکشنری میشه دیگه. من ولیوش رو میتونم اینجوری بگیرم و اینو پرینت کنم. چرا ترتیبش به هم خورد این رو نمیدونم. کلیت هاش اینجوری میشه ولی اوکی. فکر نمی کنم دیکشنری چیز اسم سورت داشته باشه. رو ندارم فعلا. برای اینکه مثلا حل بشه میرم لیستش میخورم، بعد میرسم ranks.sort. آهان فهمیدم مشکل چی. مسئله اینه که من اینجا اومدم 2-7 عددی گذاشتم و یعنی خودش سورت میکرد. خب اوکی شد. الان ما دو ردیف پیاده رو چیدیم. خب مشکلی که الان داریم اینه که مثلا پیاده یه سیاه و سفید مشخص نیست دیگه. یعنی اینا بازی کنن جلو بره مشخص نیستش کدوم سیاه کدوم سفیده. خب چی کارش کنیم؟ میتونیم برای سیاه کلا مهره ها رو کوچیک بنویسیم، حرف کوچیک بنویسیم. حالا بریم بقیه رو ست کنیم. یعنی اینجوری میشه. بگیم که چس بردمون توی رنگ 1. خب خونه A چی داریم؟ اینجا یه دونه روخ داریم. همینطور خونه H، در واقع H1 و H1 روخه. بعد برای سیاه هم میگیم که توی خونه توی رنگ 8 دیگه اینجوری میشه. ولی آره کوچیک می‌نویسیم. اینجوری میتونیم ادامه بدیم. میتونیم هم کلا بیایم چیز کنیم دیگه. اینجا مثلا یه پرینت بنویسم. پرینت چس بورد. میتونیم این شکلی هم بنویسیم. مثلا بگیم که اسپورت رنگ 1 مساویه با این مقادیر، اینجوری دیگه ننویسیم. بعدش اسب با N نشون میدیم. دوباره
خونه بعد از اسب بیشاپ فیل، بعدش وزیر با کیونشون میدیم، بعدش شاه کینگ، دوباره اون بیشاپ و نایت رو رخ داریم. همین کار رو برای رنگ 8 و این رو انجام بدیم. خب این دو تا بیرگولا فکر کنم مشکل ساز بود اینجوری. پس از بالا اگه نگاه کنیم میشه طرف سفید، اوکی همه چیز. خب این تا اینجا کار اوکیه. حالا اگر من بخوام ببینم که توی خونه دقیقا با همون نوتیشن که تو شطرنج داره، مثلا ببینم تو خونه H5 چه مهره‌ای وجود داره، چی کار میتونم بکنم؟ این مسئله‌ای که احتمالا ما بارها باش سر و کار داریم دیگه، پس بهتر بیم فانکشن بنویسیم براش. اسمشون بذارم اسکوئرینگ بورد مثلا، اون خونه توی چس بورد میخوام ببینم چیه. اینجا هم لوکیشنش رو میدم، علاوه بر لوکیشن یه چیز دیگه هم میخوام، خود چس بورد رو میخوام. با فرض این که لوکیشن رو به صورت یه استرینگ بهم بده، یعنی این شکلی، بورد که یه دونه دیکشنری، خب لوکیشن هم یه استرینگه و چیزی هم که برمیگردونه یه استرینگه، محتویات شما با استرینگ داریم نشون میدیم. خب من فقط یه تست کیس اینجا می نویسم. نه تست کیس نمیشه دیگه، خب اون باید بورد رو بهش بدم. فقط در مورد لوکیشن اینجا توضیح بدم، استرینگ و لنش هم مساوی 2 هست، مثلا اینجوری H4 شکل. خب اگه که ما یه استرینگ با لن 2 بگیریم، اول میتونیم چکش کنیم، مطمئن بشیم که استرینگ با لن 2 گرفتیم. اگه که اگه که لنه لوکیشن مخالف 2 هست، میگیم که لنکسش ولید نیست. خب چند نوع اکسپشن دیگه هم داریم، ولی خب الان یه لینک، یه چیز داریم به طول 2، یه لوکیشن داریم به طول 2. اولیش فایل بود، بعدیش رنگ بود. خب چی رو باید برگردونیم؟ از بوردی که دریافت کردیم اول رنگ و بعد فایل رو باید برگردونیم. خب اوکی، حالا برای تست میتونیم اینو ببینیم. ببینیم خونه H5، نه اینجوری بگیم، H1 اوکی. چرا پرینت نکرد نمیدونم. آن ما در واقع باید دو تا مقدار بهش بدیم، اون ارور هم داده من ندیدم. اولیش باید چسپورت باشه، چسپورت و خونه اچی که این چسپورت رو بخوام.
الان مشکلش چیه؟ آه اینجا من نوشتم اگه not lengthش مخالف دو، یعنی دقیقا اینجوری باید بنویسم. خب الان به من میگه رخ سفید اونجا هست. اوکی خب این شدش مسئله که تا الان داشتیم دیگه. گفتیم که این خونه رو میتونیم با یه فانکشن به دست بیاریم. حالا چه چیزی دیگه ای داریم؟ مثلا حرکت رو هم لازم داریم نشون بدیم دیگه. خب موو پیس چی میخواد؟ اول باید بگیم بورد چیه؟ یه دیکشنریه. حالا دقیق تر هم میتونستیم بنویسیم بورد کجاست؟ از کجا به کجا؟ خب به این تا اینجای کار من اینو ننویسم دیگه. تا اینجای کار توضیح بدم چرا این روش پیچیده داره میشه. یعنی اگه بخوایم هی اینجوری بریم جلو باید فانکشن های جدا جدا بنویسیم، بعد تازه منطقه اون مهره ها هم اگه اضافه بشه خیلی مسئله پیچیده تر میشه. بیایم برای کل بورد یه دونه چیز تعریف کنیم، یه دونه کلاس تعریف کنیم. این شکل. خب موقعی که اینیت میشه چی کار میکنیم؟ موقعی که اینیت میشه خب ورودی من نمیگیرم، اما وقتی اینیت میشه یه چیزی شبیه این چس بورد رو براش تعریف میکنم به صورت اینستنس وریبل. اینها رو هم نمیخوام. و دو تا اندرسکور هم میذارم که از بیرون کسی نتونه اینو مستقیما دستکاری کنه. خب حالا چسبورد رو ساختیم. حالا بعد اگه خواستیم ببینیمش چی کار باید بکنیم؟ اینجوری میتونیم ببینیمش. نکنه خود دیدن یه نابجکت ریپرزنتش رو میتونیم مثلا بنویسیم. چجوری ریپرزنتش کنیم؟ یه چیزی شبیه همین. برای پرینت نداریم دیگه توی ریپرزنت، باید استرینگ برگردونیم خودش پرینت میکنه. پس من یه تکست دارم، اون اینیت رو میتونم فولد کنم که پیچیده نشه برنامه کدی که نمیشه. بگیم برای هر رنگی که توی سلف دات underscore underscore chessboard داریم اینها رو این شکلی تکست به اضافه مساوی string این چیزی که الان داریم یه دونه new line هم داشته باشه. اوکی. پس اگه الان بیام چسبورد از جنس آبجکت چسبورد بسازم، بعد بگم پرینت کن خودش رو، ارور برای چیه؟ آه اینجا اشکال پیدا شده. این موقع بنویسم self dot underscore underscore chessboard. آها این return هم نداره. خب به واسطه یه representی که نوشتیم داره این شکلی نشون میده. یعنی اگر شما بیاییم اینجوری بنویسیم، اینجا فقط توی کنسول ران کنیم،
هر باری که من دارم چس بورد میزنم همین شکلی داره ریپرزنت میکنه، شبیه اینه که مثلا لیست که درست میکنیم چه جوریه، یک اینجوری هر بار اینجوری توی شل میزنم ریپرزنت میشه. من اون ریپرزنت رو برای کار برای چس بورد خودم نوشتم. حالا ما میتونیم این یه ذره دستکاریش هم بکنیم، یعنی بگیم که دقیقا اون برعکس بودنش رو میتونیم الان پیاده سازی کنیم. همون که از بالا وقتی میخوام ریپرزنت کنم میتونم بگم که درست ریپرزنت کنه، یعنی بگم تکست مساویه با این مقدار به اضافه تکست این رو هم بردارم اوکی. الان میبینیم که از پایین داره شروع میشه دیگه، این مهرهای سفید پایین. یه چیزی رو میتونم تست کنم الان، ببینم جوین روی اون آبجکت کار میکنه. آره کار میکنه. خب این بهتر شد. میتونم یک کار دیگه هم بکنم، شماره ی رنگ رو هم کنارش بنویسم. رنگ هم که خودش استرینگ بود دیگه. یه جایی خرابکاری کردم. آه اینجوری میشه. باز میتونم از این بهتر بنویسم، فقط صبر کنین اینجا یه کار دیگه باید بکنم. اینو بگم بهش لاین. خب تکست رو این شکلی بنویسم، به جای اینکه این هم به اضافه بنویسم این شکلی بنویسم. فرمت تکست اولش رنگ، چند تا اسپیس، بعدش لاین. اوکی یه نیو لاین و اینجا تکست قبلی. کجا رفت؟ اوکی این شکلی میخوام ریپرزنتش کنم. حتی میتونیم رنگ رو مثلا اینجوری کالر هم بهش بدیم. سب کنین اینجا میگم چیکارش کنیم. چرا این کار رو کنیم؟ خب از همینجا می‌نویسم. 31 1M. اینجوری با قرمز بولد دارم شماره رنگ رو هم می‌نویسم. آخرش میتونیم مثلا فایل رو هم اضافه کنیم. برای این کار من یه جور دیگه مینویسم. اینجا میگم به سمت چپ جاستیفای بشه 5 تا کاراکتر. اوکی پس آخرش من میتونم بنویسم تکست مساویه با یک دو سه چهار پنج A B C D H. اوکی در واقع تکست به اضافه مساوی باید بنویسم. یه نیو لاین هم بذارم. نیو لاین لازم نداشت، این شکلی خوبه. چرا بهتر باشه؟ من میام اینو هم رنگش رو عوض کنیم. اینجوری میشه.
بردارم بهتره. اصلا بین برداریم دیگه این اسپیس ها رو میتونیم فقط دوتا بذاریم. این میشه represent object که ما داریم. خب اگر بیایم تغییری هم داخلش بدیم، میخوایم که موقعی که represent میکنیم دقیقا چس بوردو ببینیم. خب این represent بعدا میتونه حالا به یه UI چیزی تبدیل بشه، یا مثلا از همون چس بورد بتونیم استفاده کنیم تا همون UI و اینها رو بتونیم اوکی کنیم. حالا من میخوام square این بورد رو پیدا کنم. اینو باز میتونیم به شکل متد بسازیمش، اما وقتی اینجا داریم به بورد اشاره میکنیم دیگه لازم نیستش بگیم که توی متد دیگه لازم نیست همیشه یه بورد رو وارد کنیم. می‌نویسیم فقط سلف بلوکیشن رو برداریم. خب اینجا هم باید می‌نویسیم سلف دات underscore underscore chessboard. این اوکی اصلا من نیستم h1 میگه این h1 روخ. همین بولد شد یه سر داستان شد. چجوری بود؟ یه ضربه هم ریخته بود بخاطر این بولد شد. خب بزنیم یه کار دیگه بکنیم. ببین ما که داریم آبجکت رو میسازیم، چرا نگیم که چس بورد وقتی خود آبجکت چس بورد رو داریم مثلا میزنیم اچیک، چرا اینجوری مقدار به همون نده؟ خب این رو چجوری میتونیم اوکی کنیم؟ اگه خواهیم اینو بنویسیم به جایی که بگیم squaring board، یه دونه built-in function تو واسه یه object هست در واقع از این special function هست، اینجوریه get item. خب در واقع ما همینو میتونیم استفاده کنیم و الان با عوض کردن اسمش دیگه لازم نیست من میسیم chessboard dot مثلا squaring فلان، فقط برای گرفتن مقدار دارم این کار میکنم. ببینیم که این دفعه هم داره درست کار میکنه. خب برای اینکه ست کنیم، یعنی من اگه بخوام بنویسم که چس بورد D4 مثلا یه پان باشه، از همون پانی که اونجا داشتم یعنی توی خونه دیدو که بوده این به یه فضای خالی تبدیل بشه. خب بعد میخوام ببینم چسبورد چه اتفاق میفته. مثلا اینه که من نمیتونم مقدارش رو ست کنم، ست کردنش رو اصلا تعریف نکردم. لوکیشن رو اینجوری اوکی میکنم، میتونم از همون ارور هم استفاده کنم. اینجا بزنیم پیچیدش نکنم، حتی ارور هم نمیذاریم فعلا، یعنی اینها رو میتونیم آخر کار ببینیم چی. فقط بجین که ریترن کنیم باید یه کار دیگه بکنیم، باید اون رو ست کنیم، ولی قاعدتا باید مقدارش رو چک کنیم ببینیم ولیده هر چیزی اینو. الان اوکی. حالا اگر من بیام چس بورد رو نشون بدم، پانمون یه دونه خونه اومده جلو، اما ما نقطه میذاشتیم به جای خالی، اینجوری میشه. خب ولی این حرکت که انجام دادم در واقع موو بود، من دیچه ها رو دارم
دی2 رو دارم به دی4 تبدیل میکنم، دارم اینجوری موف میکنم. پس اینو بیاییم متود براش بنویسیم. استارت و استاپ. ما اون خونه‌ای که استارت هست رو هم بزنیم، ببینیم چند تا حالت ممکنه پیش بیاد. مثلا ممکنه اون خونه اکیوپاید باشه، توسط مهره های دیگه اشغال شده باشه، ممکنه که مهره بازیکن حریف باشه که میتونم بزنمش، ممکنه هست که خالی باشه. خب ما فعلا فقط میگیم که اینو میتونیم جابجا کنیم. پس اون خونه ای که استارت بوده، اوکی، ولیوش هر چی که هست به استاپ تعلق میگیره. خب فعلا اینجا چس بورد نداریم، سلف داریم. دارم به خود اینستنسش میگم سلف استاپ مساوی سلف استاپ. سلف استارت چی میشه؟ قاعدتا هر جوری نگاه کنیم وقتی مهره حرکت میکنه، مقصدش ممکنه یه جوری به هم بریزه، یعنی مثلا یا کپچر میکنه یه مهره رو میگیره، یا مثلا نمیدونم پروموت میشه یه داستان اینجوری، ولی قطعا اون نقطه‌ای که ازش شروع به حرکت کرده خالی میشه، اینو مطمئنیم. پس من میتونم اینجوری بنویسم chessboard dot move piece از A2 به A4. خب بعد حرکت بعدی فرض کنیم سیاه باشه، سیاه میشه میتونه مثلا دفاع سیسیلی الان بازی کنه، بگیم C7. آن چرا ای گذاشتم، این میشه ای دو به ای چهار. بعد اون ای دو به ای چهار سی نمیدونم، شاید درمش سوا میگم. حالت اول پان آورد جلو، بعد اون هم پانش آورد جلو، این شکلی شد. خب مثلا حرکت بعدی میخوام این اسب بیاد این خونه، باید چیکار کنم؟ در واقع G1 باید بره به F3. فقط نگاه کنید دیگه، الان ما با همه این تدابیری که داریم اینو داریم مینویسیم، اینجوری نیستش که خودش بفهمه میتونه این مهره را حرکت بده، حرکت مجازه یا نه. حرکت بعدی میشه G1 بره به F3. اینجوری نایت اومد اینجا. خب یا بذارین سیسیلی رو کامل کنیم مثلا این حالتش. D7 بعد بیاد D5. فکر کنم اینجوری بود، یعنی شاید هم اون اسب رو میورد، نمیدونم. خب اینا الان اوکیه، حالا ما منطق بازی رو باید یه جوری بهش اضافه کنیم. خب به این مسئله اصلی اینه که ما باید بر اساس مهره هامون بدونیم این مهره کجا میتونه حرکت کنه. خوب اوکی، منطقی بود دیگه بگیم که مهره میتونه اوکی کنه، ولی من میخوام بگم که مهره خودش باید یه چیز باشه، یه دونه کلاس باشه. پس بشین که اصلا بیام نایت و این داستان رو بنویسم، باید یه جور دیگه اوکی کنم.
یعنی من یه ابسترکت کلاسی دارم. import abc meta abstract method رو هم میتونم الان چیز کنم. پیس وقتی داریم یه سری اطلاعات باید داشته باشه دیگه. چه چیزهای بین پیس مشترکه؟ مثلا حرکت کردن. اوکی، یه ذره سخت شد. اوکی، من شروع میکنم اول با حرکتش. یه پیسو میخوایم حرکت بدیم. اگه بخوایم پیس حرکت بدیم، یه نفر باید این حرکت رو بررسی کنه دیگه، بگه که مجازه یا نه. حرکت تنها رو الان کاری باش ندارم. آن یه کار میشه کرد اینجا. ببینیم من یه جور دیگه نیستم. ببینیم که ما موقعی که داریم اینیت میکنیم احتمالا به مشکل زیاد برمیخورم. relative moves نسبت به اون نقطه کستش میخوایم ببینیم که چه حرکت هایی میتونه داشته باشه. relative moves رو من اول میگم خالیه. خب بعد وقتی که init شد میخوام یه نه متد رو کال کنم. اوکی. و این abstract کلاس باشه، abstract method باشه. خب چیزهای دیگه هم احتمالا لازم داره، دونه دونه میرسیم بهش. حالا مثلا اگه من میخوام پان رو تعریف کنم، یعنی پیاده، یه مهره حساب میشه که باید بهش بگم set relative moves چیه. هر پانی اپندم نمیخواد تمجید مستقیم میرسم نسبت به نقطه‌ای که هست، نسبت به نقطه‌ای که داره یه خونه جلوترش، یه رنگ بالاترش، و تو هم فایلی که هست دو تا فایل چپ و راستش رو میتونه بشه کنه. اگه مثلا مهره اونجا باشه میتونه کپچر کنه، اگه نباشه خب نمیتونه چیز کنه. برای ما صرف حرکت محتمل رو بنویسیم، بزنیم اول فقط مستقیم رو بنویسیم. یک و صفر. خب اولی باشه رنگ، دومی باشه فایلش چه تغییر میکنه.
حالا اگه بگیم حرکت کردنش از این استارت و این استاپ باشه، خب ببینیم این منطقی هست یا نه. خب استارت و استاپ چجوری میشه؟ مثلا من استارت هم باشه D2، استاپ هم باشه D4، خب پان هم هستش، چجوری میتونم چکش کنم؟ بگیم که رنگ استارتمون چیه؟ میشه اینا رو بعداً درستش میکنم. برای خب الان فقط میخوام چک کنم ببینم رنگ استارتمون میشه استارت. بذار این کار کنم. باشه این خوبه. الان خب چهار رو خواستم کنم ببینم که این امکان پذیر هست یا نه. خب فور rank of file in self.relative moves. خب اگه که این من میتونم 2-0 رو هم بهش بدم، اگه که رنگ استاپ منهای رنگ استارت، خب این دوتا اینتجر نیستن دیگه، اینت جفتشون مساوی بود با ریلیتیو رنگ. خب حالا من میخوام فایل ها رو با هم مقایسه کنم، اینجا چی کار میتونم بکنم؟ فایل رو بذاری اینجوری نگاه کنیم. واردی بود؟ آره با واردی میتونیم اسکی کدش رو بگیریم. فایل استارت فایل استاپ میتونم یه ذره بهتر بنویسم. رنج کاندیشن فایل کاندیشن، البته اون بالایی رو هم میتونستم ORD بنویسم چون دقیقا دارم از string استفاده کنم. حالا مهم نیست.
در غیر این صورت اگه از این حلقه اومد بیرون رو تو رو بر نگردون فالس. خب این داره چی بررسی میکنه؟ پاسیبل بودن موو رو داره بررسی میکنه. پس باز هنوز داریم توی ابسترکت کلاس پیس این رو مینویسیم، ولی استارت استاپ پسیبل بودنش رو اینجوری میتونیم بررسی کنیم. حالا برای موف چی کار میکنیم؟ الان اینو میدونم خیلی افتضاح شده ولی بعد برمیگردم یه چیز دیگه رو بزنم رسید. خب پس پان باید این اوکی بشه دیگه. حالا چی کارش کنیم؟ قبل از هر چیزی من باید بیام چس بورد رو اوکی کنم. اونجا که اینیت کردم اینجا به جایی اینکه پی بنویسم بنویسم پان. خب در واقع من فقط پان سفید رو تا الان اوکی کردم، ولی استرینگ اینجا نیاز داریم و پان داره برمیگرده، یعنی موقعی که ریپرزنت میکنم یه مشکل داره. بجای set relative moves من بگم که init configs مثلا. خب self name of this رو هم من بنویسم. اولی نقطه خالی باشه، مثلا سپیس باشه، نیمه میشه پان با پی نشون میدیم. حالا اینکه ریپرزنتش کجا باشه که بعد بتونیم مثلا توی ریپرزنت چس بورد نشون بدیم، اینجا من میتونم بنویسم. یعنی کم کم میبینیم که مهره تعریف کردن خیلی ساده میشه، به شرط اینکه من منطقش رو بتونم توی ابسترکت کلاس پیس به خوبی بنویسم. بزنیم این استیار رو نمیسم. آها این مشکلش اینه که اینجا داره با ولیو هار داره چیز میکنه، یعنی خود ولیو رو من نمیتونم استریمش کنم. بذار اینو برگردارم به ریپرزنت. اوکی مشکل اینه که خود پان رو من دارم توی متد جوین استفاده میکنم، یعنی لیست آف استرینگ نیست، یکی از آیتماش پانه. برای این کار من میتونم مپ بنویسم، بگم با استرینگ تک تک این موادی رو اوکی کن. اینو اوکی شد.
این پانهای من کجا رفتن؟ فکر کنم این باید استرینگ بنویسم باشه. آه این نیم آف پیس رو ننوشتم. های بوب یعنی همون اولی درست بود. این پان رو به سهم نمیشد نیم آف پیس میتونم از همون ریپریزنت هم استفاده کنم. آها بیم ریپریزنت رو یه جور دیگه بنویسیم بعد این دوتا رو اوکی میکنم. این فقط استرینگ باشه. بعد یه داستان دیگه داریم. خب داستان خیلی پیچیده میشه اتفاقا. فقط این پانی که داریم اینجا حواستون باشه که پانها رو ما یه روش دیگه ساختیم. برای اینکه نشون بدم ما یه روش دیگه ساختیم فعلا میام این استرینگش رو یه جوری دستکاری میکنم. این هایی که زرد رنگه ما اومدیم به اون روش دیگه ساختیم. خب حالا یه مشکلی پیش اومده. یعنی الان این نمیدونم چجوری باید فیکسش کنم. من وقتی دارم یه چیز رو حرکت میدم، محره رو دارم حرکت میدم، حرکت کردنه متدی که مربوط به خودشه یا متدی که مربوط به چس بورده یا اصلا مربوط به بازی کنه، این مسئله هنوز واسه حل نشده. خب بذاریم یه جور دیگه هم باید اوکی کنیم. یه چیز دیگه الان بذارم برسیم. ما وقتی همه پیس رو میسازیم باید بفهمیم که سفیده سیاهه دیگه. اینکه پلیر توی این لیست بلک اند وایت نبود اینجا یک اکسپشن لازم داره. خب پس برای هر مهره که داریم تعریف میکنیم باید بگیم که این از چجور مهره یه دیگه. پس اینجا داریم پانه برای وایت تعریف میکنیم. خب برای اینکه اسم پیس رو بخوایم چک ست کنیم اولا ما برای هر مهره ای باید بیایم بررسی کنیم. یعنی اگه این مشکی بود منهای یک منهای دو میشد. خب اینو بعد می نویسم self.player
سویب وایت، یعنی اولا من میام یه ذره پیچ یه ذره چیز در هم بر هم می نویسمش، ولی باید به یه سلوشنی برسم دیگه. الیف اگه هم بلک بود پس من میام اینجا برای بلک هم بگم پان سیاهه. خب اینجا بلک رو ننوشتم، اینا پی کوچیک نوشته شد. فقط اینو میتونیم الان چک کنیم، مطمئنیم که این چیزی که نوشتیم الان درست نیست. خب اینو میتونیم یه متد اون بالا تعریف کنیم دیگه، مثلا این change stuff. خب اگه که گفتیم این چیزها رو بر اساس پلیئر ست کن، خب اینها رو میبینیم. الان چه میکنم؟ اگه وایت بود، خب هیچ، هر اسمی که داره آپر کیسش میخواد. اگه که بلک بود، هر چی که داره باید لوئر کیس باشه. اوکی. ریلیتیو مووز همشون باید معکوس بشن دیگه. آره چون بالا و پایین برد واسهش فرق میکنه باید معکوس بشه. ریلیتیو مووز رو ما میگیم هرچی میخواد باشه. هرچی میخواد باشه، ولی اگه این نبود میشه چی؟ میشه منهای ایکس منهای وای. خب فور ایکس و وای این سلف ریلیتیو مووز اینجوری باید روشش کنیم. خب اوکی، پس بذاریم یه داستان دیگه داشته باشیم. ببین اصلا دیگه لازم نیست من وایت و بلک و اینا رو داستان کنم. خب اینو فرض کنیم نداریم مثلا، یعنی من میخوام حد اقل اون کانفیگ و این داستان ها رو توی این مهره هم داشته باشه. پس اگر اینجوری بخوام میگم که موقعی که اینیت میشه، علاوه بر اینکه اینیشیال کانفیگ هست، بگم پلیئر کانفیگ رو هم انجام بده. الان میبینیم که این مهره کوچیک و این داستان هم اوکیه. خب.
فقط سر این موف های محتمل و اینا خیلی داستان داریم قاعدتا. برای حرکت دادن مهره آن بیایم بقیه مهره ها رو هم بنویسیم چی به چیه، ولی خب مثلا پاسیبل مووز رو همه رو هرچی فعلا همه رو همینجوری مثل پان میذاریم بعد بقیه رو عوض کنیم. من حتی میتونم نیم آف پیس رو هم عوض کنم، میتونه کلاس وریبل باشه، چرا اینجا این سانس وریبلش کنیم. ارور نداره، چرا ارور داره؟ بلش کنید به این فکر نکنم الان. خب نایت با این نشون میدن بیشاپ یا فیل با بی نشون میدن. اوکی روک اینجوری نوشته میشه، نمیدونم این رو با آر نشون میدن. کوین و کینگ در واقع نایت رو با کی با اینکه شروع میشه ان می نویسن به خاطر اینکه با کینگ قاطی نشه. خب پس به همین سادگی ما داریم مهره ها رو میسازیم. اوکی پس این میشه یه رخ سفید. اینجا هم باز یه رخ سفید داریم. به این از این وایت و بلک داستان کردنش خیلی مسخره است دیگه، قبول دارین؟ بزن بنویسم این مسخره رو بعدش اوکی میکنم. میخوام از این وریت استفاده کنم اینجا. این کارها میتونیم چیکار کنیم؟ بیایم enumerate استفاده کنیم. pprint هم دیگه استفاده نمی کنیم برش دار.
اینام دات اینام بلک باشه یک، وایت باشه صفر. پس چیکار میشه کرد؟ وقتی دارم پلیر اوکی میکنم میتونم بگم if not player in black and white رو دیگه اوکی نکنم، فقط مینویسم is instance. اگه ایز اینستنس از جنس این پلیئر نبود کلان اکسپشن داریم، پس باید بریم اون پایین هم تغییر بدیم و یه چند تا شرط هم داشتیم اونها رو هم باید اوکی کنیم. پلیئر رو هم اینجا بلک و وایت اوکی میکنم، دیگه چیزی نبود. حتی ببینید از موو خود این پیس استفاده نمی کنیم. اوکی پس اینجا میگیم پلیر وایت برای سیاه هم باید همین کار رو بکنیم. امیدوارم ارور نده. نه ارور نداد و همشون هم زرد رنگ شدن و حروف کوچیک بزرگ هم ست شده، یعنی که درست داره کار میکنه. خب خوبه تا اینجا رو من راضیم. اسپورت رو ببندیم و اگه بخواییم یه اوورویو از کل کاری که تا الان داشتیم نگاه کنیم اینجوریه. خب اتفاقا هم تا پیس رو بعدا ببرم توی یه چیز دیگه. یه فایل دیگه که بزن پلیر رو هم ببرم توی فایل دیگه. حالا که اینجوری کجا داشتم تایپ میکردم؟ اوکی مثلا پیس وقتی میخواد استفاده کنه میگیم که from نقطه player import player. امید کنم این گیر نده به همون. from p
Access Import. دقیقا با اسم میارم که مثلا ستاره بذارم، خب این یه زرقاتی میشه. حالا بیشاپ روک پان کوین همین هست دیگه. دو چهار شیش پان نایت بیشاپ پون نایت بیشاپ شیش تا شد دیگه. درست پلیر رو هم باید اوکی کنم. الان همه چیز درست. خب کجا بودیم؟ آها، من وقتی دارم این مهره رو ست میکنم میتونم یه جوری مهره رو به بردش مرتبط کنم. خب اگه که این کار رو بکنم اون موقع مهره میتونه چیکار کنه؟ خب باشه. یکم اینجا سخت شده. یعنی من میخوام ببینم که وقتی یه مهره داره حرکت میکنه چه غلطی میکنه. ببخشید چی کار میکنه؟ یه ذره پیچیده شد مغزم قاطی کرد. این لوکیشن مهره رو اینجا بدم چطوره؟ من فکر میکنم مهره یه جوری نیاز داره بفهمه که بردش چیه. در واقع لایف کدینگ چون نیست و الان کلی دارم تمرکز چیز میکنم فکر میکنم واقعا نمیدونم چی کارش کنم. تازه بحث نوبت رو هم هنوز پیاده سازی نکردیم. نوبت رو میتونیم روش اسپورت پیاده سازی کنیم. یعنی اول نوبت با سفیده. خب به ازای هر ست آیتمی، ست آیتم قطعاً نه، به ازای هر موف در واقع ما این کارو میکنیم. به ازای هر حرکتی باید بیایم ترن رو عوض کنیم.
اینجوری میشه که اگه الان پلیر ترنش با سفیده باید تبدیل بشه به بلک، در غیر این صورت در این صورت باید وایت باشه. خب حالا چجوری میتونیم موف پیس رو جلوشو بگیریم؟ خب اگه یه سلف استارت اگه ترنمون با بلک بود و سلف استارت is upper، اینجا یه مشکلی داریم، در واقع این باید استرینگش کنیم. همینطور اگر سفید بود و اون مهره‌ای که داریم حرکت میدیم لوئر کیس بود، خب چجوری تستش کنیم؟ مثلا این رو برداریم، هیچ اکسپشنی نداشتیم. یه چیزی پرینت کنیم اینجا، این به وضوح نباید باشه دیگه. آن؟ آن به خاطر اون قضیه رنگی و اینا که کردم این مشکل رو داره. فرض رو میگیرم که فرض رو بر این میگیرم که ما تلاش نمی کنیم یه خونه خالی رو جا به جا کنیم. خب name of piece خیلی بهتر میتونه مثلا حل کنه. پس به جای اینکه upper و lower باشه باید بگم self-str.name of piece is upper.
و این اکسپشن بان کامنت کرده این خط باید حل بشه. نشد. آه. من بعد از اینکه این داستان رو که کردم باید ترن رو عوض کنم. این اکسپشن نداره، همه چیز داره حرکت میکنه، ولی این باید اکسپشن داشته باشه. داره. پس ما از حرکت غیر مجاز، یعنی بر اساس ترن غیر مجاز هم جلوگیری کردیم. خیلی هنوز کار داره ها، خیلی داغون شد. خب من اینو رو گیت هاب بفرستم، بعد میتونم مثلا یه ویدیو دیگه واسش بسازم. یعنی که ببینم اصلا چند ساعت شده، حالا یه ساعت و نیم بزنیم بیشتر کار کنیم. خب من یه استراحتی بکنم اینجا. خب من یه ایده دیگه ای دارم برای این کار. ببینین، ما نیاز داریم برای هر موف بدونیم مقصد چیه. خب اوکی، باید بدونیم مقصدش چه مهره‌ایه یا اصلا خالیه یا نه. اوکی. و یه مورد دیگه هم هستش، اینکه چس بورد ما فقط یک بار باید ایجاد بشه. یعنی من با اجرا کردن برنامه نمیخوام 10 تا چس بورد همزمان داشته باشم، یه دونه است. و چس بردن در واقع سینگلتونه. اگه سینگلتون باشه میتونم چس بردی که درست کنم و وضعیت همون چس بردو داره نشون میده. خب فرض کنیم اینجوری، اصلا هر کسی داره براوزر رو واسه اون آدرس خاص باز میکنه میتونه اون بازی رو ببینه دیگه، استیت نهایی بازی رو میتونه ببینه. خب دو نفر هستن که دسترسی سیاه و سفید دارن، اونو الان کاری ندارم، ولی من میتونم سینگلتونش کنم. اینجوری میتونم سینگلتونش کنم، فقط نیرو هم براش بنویسم. Instance مساوی نون if not cls instance. اگه که اینستنس نیست که مثلا اگه بگیم اینجا if cls instance is non. خب اینجا میتونیم سوپر رو استفاده کنیم و new cls args و kwargs این رو ریترن کنیم. ریترن نه، در واقع cls dot instance رو مساوی مقدار قرار میدیم. cls instance is initiated رو مساوی false قرار میدیم و وقتی اینجا رسید میگیم ریترن کن cls instance. ارور نداره. چجوری تستش کنیم؟ اینجوری. پرینت یه چسبورد جدید. این دومی الان پرینت شد دیگه، به خاطر همین ما میدونیم دقیقا همون استاتس بود. خب
حالا من نمیدونم این مشکل چیز پیدا میکنه یا نه، ولی from main import chessboard. آره این سیرکولار میشه. چیکارش کنیم پس؟ یه چیز بورس رو میخواییم استفاده کنیم، نمیشه. آره این سیرکولار میشه، نمیتونیم استفاده ببینم. اگر یا کل این رو توی یه فایل بنویسم که مسئله حل میشه. خب اوکی، حالا بعدا یه فکر بس اون قضیه میکنم. چس بورد داریم و پیس هم اینجوری میشه. موقعی که میگیم موف کن، به جای این کار این که چی کار کن؟ سلف دات سلف استارت. خب این از چه جنسیه؟ از جنس پیسه. در حال موف کن به کجا؟ استوب. خب مشکل جدید پیش اومد. باید اینستنس ها خبر داشته باشن لوکیشن خودشون. و قاعدتا وقتی که داریم اینت میکنیم باید این ها رو هم ست جوری
دو هم بنویسیم 8 ضرب. خب الان برای موف کردن یه ذره مسئله راحت تر شد. پس برای موف کردن من باید اینجوری کار کنم، استارتو لازم نیست، پسیبل موف هم یه دستکاری لازمه دیگه اینجا رو هم درست میکنم. لوکیشن هم باید آپدیت کنیم. خب این یه داستان دیگه هم داریم. خب الان من باید یه چسپورت درست کنم. توی نقطه self.location باید یه چیز خالی بشه. باید بشه self. خب یه جایی گند زدم. آها اینه، اینجا یه انتظار. چرا هیچی حرکت نکرد؟ آن از ای دو به ای چهار رفته، اینجا نداریم. فکر کنم تو این شرطه نمیره. آره این شرطه نمیره. خب دلیلش اینه. آه نه این بود. در واقع این لاجیکال اروره که داریم. خب این درست شد. آها اونها چون که حرکت های مجازشون نبود نتونستش اجرا کنه. خب خیلی خوبه. نایت رو نتونست حرکت بده. پس بگیم نایت رو حرکتش رو ست کنیم. نایت چجوریه؟ میتونه 2-1 باشه، میتونه 1-2 باشه، میتونه 2-1 باشه، -2 1 باشه،
سب کوین چرا اینجوری می‌نویسم؟ اسب 8 تا حرکت داره. خب یک دو اوکی، یکی دو تا پایین. خب این میشه یک، دو تا یکی بالا، دو تا یکی پایین، یکی چپ، دو تا بالا، دو تا پایین، اینجوری و و الان میبینیم نایت هم حرکت کرد. البته این پاسیبل مووز رو هم باید یه چیز دیگه رو هم چک کنیم. توی پاسیبل مووز اینجا باید چک کنیم اگر نه دیگه نباید از بورد خارج بشه، فعلا اصلا پیچیده‌اش نکنیم. خوب الان میتونیم کپچر رو هم داشته باشیم. کپچر اینو سخت میشه، پان مثلا دو تا خونه چپ و راست داره. اوکی، من اینها رو روی گیت هاب آپلود میکنم، بعد توضیحات و این چیزها رو میتونیم چک کنیم ببینیم و بعدش میتونم مثلا توی ویدیو دیگه یا اگه شد مثلا به صورت لایف بیام اینو ادامه بدم. مرسی که این ویدیو رو دیدین، مخلصم.